مسائل بنیادین نگرش اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در ادامه بحث علم حضوری به این نکته اشاره کردیم که علم حضوری خطا ناپذیره. چرا؟ به دلیل اینکه در علم حضوری بین عالم و معلوم هیچ واسطه ای نیست، یعنی ما واقعیات رو از پشت پنجره مفاهیم نگاه نمی کنیم، بلکه خود واقعیت رو مستقیم می یابیم. چون بین ما و واقعیت هیچ واسطه ای وجود نداره، در نتیجه خطا در علم حضوری معنادار نیست. بعد از اینکه این اصل رو مرور کردیم، برخی از شبهات علم حضوری رو مطرح کردیم، مثل علم حضوری به من یا علم حضوری به خدا، و اونجا جواب دادیم که در اونجا هم علم حضوری هست، اما این علم حضوری چون ضعیفه برای برخی مفهوم نیست، تصور میکنن چنین علمی ندارن و یا با چیزهای دیگه اشتباه گرفته میشه. مثالهای دیگری هم از مثال نقض علم حضوری میتونیم فهرست کنیم. مثلا ما گفتیم درد علم حضوریه، ولی گاهی اوقات میشه که من احساس درد شدیدی در دندان خودم میکنم، بعد که به پزشک مراجعه میکنم، دندان پزشک وقتی دندان منو نگاه میکنه میبینه هیچ مشکلی توی دندان من نیست، لکن بر اساس تجربه‌ای که داره گوش منو میبینه، میبینه که گوش من عفونت داشته و من به غلط درد رو در دندون خودم حدس میزدم، چون فاصله بین دندان و گوش زیاد نیست، من مکان درد رو اشتباه کردم. یه کسی اینجا میتونه از من بپرسه مگر ادعا نکردید که درد از مصادیق علم حضوریه؟ پس چطور اینجا من در درد خودم اشتباه کردم؟ چیزی که در حقیقت دندان درد نبود و من دندان درد یافته بودم. یا مثلا ممکنه فرض کنیم یک شخصی بعد از اینکه غذای سیر و کاملی خورده، بعد از دقایقی احساس میکنه که دوباره باید غذا بخوره. وقتی هم که اطرافیان به او میگن که تو همین الان غذا خوردی، باز هم ادعا میکنه که من غذا میخوام، گویی احساس گرسنگی داره، در حالی که وقتی برای همین آدم غذا میاریم نمیتونه غذا بخوره چون معدهش پره. ما گفتیم حالات درونی مانند گرسنگی هم با علم حضوری یافت میشند. اگر علم حضوری خطا ناپذیره، پس چرا این فرد احساس گرسنگی کاذب میکنه در حالی که گرسنه نیست، در حالی که احتیاج به غذا نداره؟ یا مثلا هممون شنیدیم در بحث مکاشفات عرفانی که مکاشفه عرفانی برای دیگران حجیت در اعتباری نداره. مگر مکاشفات عرفانی اکثرا با علم حضوری یافت نمیشه؟ پس چرا ادعا میشه که مکاشفه فقط برای خود فرد معتبره و اون هم در شرایط خاصی؟ چرا ادعا میشه که مکاشفه تقسیم میشه به مکاشفه رحمانی یا مکاشفه شیطانی، بعضی از مکاشفات رو ما معتبر نمیدونیم؟ یا اینکه در زندگی روزمره خودمون هم خیلی وقتا یک سری از حالات درونی رو ما با همدیگه نمیتونیم تمیز بدیم. مثلا احساس درد رو با احساس خارش شدید نمیتونیم تمیز بدیم. خب همه اینها حالات درونی هستن و علم حضوریه. اگر علم حضوری خطا ناپذیره، پس چرا این اشتباهات رخ میده؟ یا شنیدیم جانبازان عزیز یا افرادی که قطع عضو پیدا کردن، مدتی بعد از اون حادثه در اون عضوی که الان وجود خارجی نداره احساس خارش یا سوزش میکنن. مثلا فرد پاش از زانو قطع شده، الان اصلا از زانو به پایین نداره، ولی ادعا میکنه که نوک انگشتان پای من دچار خارشه، در حالی که اصلا او انگشت پایی نداره. خارش رو با علم حضوری درک میکنیم. درباره کسی که هنوز انگشت پایی نداره چطور ادعا میکنیم که این علم حضوری درسته؟ ما یه قاعده کلی در پاسخ به همه این شبهات علم حضوری میتونیم ارائه کنیم و اون این هستش که همون جور که جلسه قبل گفتیم، یه علم حضوری داریم و یک تفسیر و گزارشی که از علم حضوری میکنیم. اون تفسیر و گزارش ما از علم حضوری دیگه حصولیه، او به تنهایی ضمانت صدق نداره.
ادعا این بود که علم حضوری، خود علم حضوری خطا ناپذیره، اما تفاسیر علم حضوری ممکنه خطا باشن، ممکنه درست باشن، باید جدا جدا بررسی بشه. تو همه این مثال هایی که زدیم باید اصل واقعیتی که با علم حضوری درک میکنیم رو از اون تفسیری که کنارش میکنیم جدا کنیم. مثلا تو مثال درد، اون فردی که در دندان درد و گوش درد دچار خطا شده بود، تو چی خطا کرده بود؟ تو اصل احساس درد که خطا نکرد، واقعا راست میگه، یه احساس دردی میکنه. توی تفسیر مکانی که سبب درد شده بود خطا کرد، اون هم برمیگرده به علم حصولی، به خاطر نزدیکی مکان گوش و مکان اون دندانهای انتهایی به غلط این دوتا رو خطا کرده. اگر من علم حضوری رو خالص کنم از این تفسیرها میبینم خطا نشده. چی با علم حضوری میابه؟ فقط درد. چی با علم حصولیه؟ تفاسیری که کنارش شده، مثل تشخیص مکانش، علتیابی هایی که میشه. یا در همون مثال اشتهای کاذب، اون فرد این احساسی که بهش دست میده که میتونیم اصلا اسم گرسنگی رو روش نگذاریم، بگیم احساس علف، یه احساسی است تو هم با دل ضعفه، تو هم با رنجوری، این احساس حقیقتا کرده، ولی اینی که از این احساس نتیجه گرفته که الان معده من خالی است و باید غذا بخورم، این دیگه استنتاج با علم حصولیه، اینجا خطا کرده، به خاطر اینکه در تمام زندگیش سالها، صدها و هزاران بار براش پیش اومد، این احساس زمانی بهش دست داد که معدهش خالی بود. این دفعه هم که این احساس بهش دست داد، به غلط فکر میکرد مثل دفعات قبلیه، در حالی که نمیدونست این احساس میتونه منشأ دیگه هم داشته باشه. ممکنه چیزی غیر از خالی بودن معده، مثل اضطراب، مثل تشویش، مثل روانپریشی یا هر چیز دیگه سبب این احساس بشه. اونی که علم حضوری بود فقط اون احساسه بود، تو اون احساس هم هیچ خطایی نکرده. یا در زمینه مکاشفات عرفانی، توی مکاشفه عرفانی هم فرد اگر اونی که یافته رو از اون تفسیرهایی که پیرامونش میکنه جدا کنه، مشکل ما حل میشه. اما در مکاشفات عرفانی چند جا احتمال خطا وجود داره. یک، اینکه اون فردی که اون حالت رو با علم حضوری خودش درک کرده میخواد اونو از طریق الفاظ به ما منتقل کنه. الفاظ علم حصولی هستن، ممکنه که الفاظ کشتابی داشته باشن، محدودیت داشته باشن، نتونه الفاظی پیدا کنه که اون واقعیت رو بتونه منتقل بکنه. ما الفاظی که به کار میبریم برای موضوعات و مسائلی است که در زیست خودمون اونها رو تجربه کردیم. عارف حقایقی رو میبینه که برای اونها لفظی که ما با او آشنا باشیم نداره، مجبور میشه از الفاظی که شبیه اون لفظ کمک بگیره، ولی اون الفاظ هیچ کدومشون حقیقت رو همون گونه که هست منتقل نمی کنن. یا قبل از اون، عارف حتی قبل از این که بخواد برای دیگران نقل کنه، ممکنه که در مقام تفسیر اون واقعیت ولو برای خودش هم دچار خطا شده باشه. مثال میزنیم از تجربه های حسی. مثلا شما شب میبینید که یک فردی از دیوار خانه همسایتون رفت بالا و وارد خانه شد. خب اونجا میگید این فرد دزد بود و ممکنه که به پلیس اطلاع بدید. پلیس که میاد میبینه نه، دزد نبود، این صاحب خانه بود. شما تو چی اشتباه کردید؟ واقعیت همون گونه که هست دیدید، اما وقتی که برای خودتون حتی تفسیر کردید، قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنید، در تفسیر این واقعیت دچار خطا شدید، چون تصور میکردید که هر کسی که نیمه شب از دیوار خانه کسی بالا میرود دزده. اگر توانستیم جایی این علم حضوری ناب رو که آمیخته با پیش‌فرض نیست، آمیخته با تفسیر نیست، در مقام انتقال خودش فقط منتقل میشه، اینها رو تمیز کنیم، اون میشه معتبر. مثال های دیگه همون هم به همین ترتیب معلوم میشه، مثل احساس خارش و سوزش. ممکن استش که من نتونم به درستی تشخیص بدم که این حالتی که میابم مصداق این ماهیت یا ماهیت دیگر، ولی احساس رو دارم درست درک میکنم. یا اون جانبازی که پاش قطع شده، او به دلیل اینکه هنوز عصبی که اون حالت رو منتقل میکرد در بدن وجود داره،
و هر نقطه اون عصب اگر تحریک بشه اون احساس بهش دست میده، در نقطه دیگری از اون عصب تحریک ایجاد شده، این احساس بهش دست داده، در اثر عادت ذهنی که در سالیان زندگیش داشته به غلط مکان پیدایش اون احساس رو در انگشتان پایش میدونه. خلاصه این که در همه این شبهات علم حضوری ما باید اصل علم حضوری رو از اون تفسیری که پیرامونش هست جدا کنیم. در خود علم حضوری خطا ممکن نیست، اما در تفسیرهایی که پیرامون اون میشه ممکنه خطا بشه. این شبهات هم ناشی از این بود که ما حکم خطایی که در تفسیر علم حضوری شده بود رو به غلط به خود علم حضوری نسبت دادیم و تصور کردیم که علم حضوری خطا کرده. چنان که گفتیم در علم حضوری، علم عین همان واقعیت معلوم است که نزد درک شونده حاضر است. در نتیجه مطابقت نداشتن علم با معلوم و وجود خطا در علم حضوری فرضی نامعقول و بی‌معناست. به همین دلیل علم حضوری از جهت معرفت شناختی ارزش و اعتبار کامل دارد. مواردی را میتوان یافت که در نگاه ابتدایی به نظر میرسد علم حضوری به خطا رفته است، مانند خطا درباره حالات درونی خود یا خطا در مکاشفات و شهودات عرفانی. برای مثال در گرسنگی کاذب خود احساس گرسنگی با علم حضوری درک می شود و خطا نیست، بلکه آنچه خطاست استنباط خالی بودن معده یا نیازمندی به غذاست که با علم حضوری درک نمی شود. همچنین درباره مکاشفات عرفانی خود حالتی که هنگام مکاشفه رخ می دهد برای صاحب مکاشفه علم حضوری و خطا ناپذیر است، اما تفسیر یا نقلشان برای دیگران از سنخ علم حصولی و در معرض خطا است. در این موارد اگر چیزی را که دقیقاً با علم حضوری یافت می شود از امور دیگر و از جمله علوم حصولی همراه آن تفکیک کنیم، روشن می شود که در هیچ یک از موارد یاد شده آنچه با علم حضوری معلوم است خطا نیست و آنچه در آن خطا واقع می شود با علم حضوری یافت نشده است. پرواز کن که تفکر تو بال پرواز توست.